بله، هموطنانمون در جزیره قشم هم با این مشکل ماهاست که روبرو هستند و آبی برای آشامیدن و نظافت و مقابله با کرونا در اختیارشون نیست. خودشون مطرح میکنند که به اصطلاح کارگزاران رژیم جز دروغ هیچ چیزی تحویلشون نمیدن. گزارشی ببینیم در این رابطه. با پوزش از نقص فنی که به وجود اومد در رابطه با گزارشی که به کم آبی و بی آبی در قشم میپردازه و مشکلاتی که هموطنانمون در این شرایط سخت باهاش روبرو هستند، تصاویری میبینیم و برنامه رو ادامه میدیم. میتوانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد، اما خیلی هم بزرگش نکنیم. مثلا کودکان به سنگ فرش کوچه ها چکید و مادر این مزار طفل خیش را به خواب دید و جسم بی سپر که با تبر به خون خود تپید و دختری سرود از رها شدن و گشت ناپدید و کاختان بنا بر استخوان کول بر شد است و تن وصول پول تیر از پدر شد است و خوابتان ز رنج گور خواب ها شد فراهم، هرچه کرده اید از برایتان شر شد است و سلاح دست می فشارم
شباب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه ی سبوت است، برای ما که خوشترین صداست رکبار، برای ما که خوشترین صداست رکبار. دست مردم قمین و خسته یک شروع است، گرگ و میش باستا به ترس تیرگی مقابل طلوع است، استراب نیزار و خون سرخ کشتار و خشم مردم، برق کانون شورشی کنون گشت نور چشم مردم، به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش شباب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه ی سبوت است، برای ما که خوشترین صداست رکبار، برای ما که خوشترین صداست رکبار، به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش شباب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه ی سبوت است، برای ما که خوشترین صداست رکبار، برای ما که خوشترین صداست رکبار، برای ما که خوشترین صداست رکبار. هموطن عزیزی از فرانسه با ما در تماس هستند در آخرین دقایق برنامه امشب. سلام میکنم به هموطنمون پروانه از فرانسه. خواهش میکنم بفرمایید. بعد از کلانه با سلام و تشکر به شما و همه همکارانتون به خاطر افشای جنایت های بیشمار و بیشرمانه این رژیم ضد بشر و همینطور ستایش تحسین از کادر پزشکی که با فدای حد اکثرش با کمترین مقدار امکانات در خط اول این جنگ هستند. و همچنین خواستم تشکر قدرانی از افراد گمنام، از پاکبان‌ها و تمام کسانی که برای نظافت شهر تلاش میکنن و گمنام در این سطح از فاجعه کرونا کار میکنن. و همینطور چند روز پیش یک نوجوان 13 ساله که با پدرش با تراکتور میرفت و پاش قطع شد در یکی از این روستاها، به خاطر این همه واقعا جنایتی که رژیم کرده آدم نمیتونه اصلا چی بگه. اصلا من بودم واقعا بودم کلماتم کنار هم نمیاد، چون هرچی فکر میکنم از دروغ گفتن روحانی و خامنه‌ای که همشون واقعا بزرگترین کذاب و شیاطین واقعا تاریخ معاصر هستن، فکر میکنم خود این کلمات شرمشون میشه که کنار اینا اصلا قلب رو بگیرن. هر روز یک دروغی که امروز یکی همه تخت ها خالی، حتی آیسی. من میخوام بگم که برادر کلانی، من با پدرم که در سال 80 در مشهد همسفر بودیم، در اونجا پدر من سکته مغزی کرد، در بیمارستان مهر مشهد که خصوصی بود بخش آیسیو نداشتن سال 80. الان این کذاب که میگه که آیسیو ما خالیه، من فکر مثلا مفهوم آیسیو رو نمیدونه چی. من امروز با تماسی که توی ایمان داشتم اصلا خبرهایی رو میدادم که اصلا من خودم واقعا درسیدم و وحشت کردم که چی به سر این مردم داره میاد. هر روز میگفت تو بیمارستان شهدای سازه 50 تا فقط پزشک و پرستار فوت کردن. اینقدر فاجعه بالاست که اینها امکانات و ابزار اولیه ندارن، میان با سفره های پلاستیکی یک بار مصرف لباس خودشونو میپوشونن میرن کنار مریضا میزنن. التماس میکردن که مثلا مریضا نیان به بیمارستان، همه خونه بمونن. یعنی هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم میکنن و هر لحظه شاهد این میزان افرادی هستن که جلوی خودشون پرپر میشن. اصلا میگفت توی بخش که ما هستیم روزی نیست که 10-15 تا فوتی نداشته باشیم، تازه این کمترین نشه تو یه شیفت و شیفت‌های دیگه که فاجعه است. میگفت تو بیمارستان خود پاسنشت همینجور، خود سوبه همینطور، تو برامین همینجور. میگفت یک خانواده فقط 40 نفر از افراد فامیلشون بیمار شدن و هیچ گونه اصلا رسیدگی نیست. تعریف میکرد که از بستگانش که فوت کرده که نتونستن که
مراسمی براش بگیرن، وقتی زدن که پشت در ما این خزینه رو صرف نیازمندان میکنیم، میگفت انقدر مردم گرسنه‌اند و در فقر هستن که هر روز میان که اصلا انقدر مراجعه کننده دیدیم، گفت مثلا ما شرمگین شدیم که به همه نمیتونیم پاسخ بدیم. یعنی کاری که این رژیم کرده با مردم در این شرایط که همه اینها رو رها کرده بدون هیچ گونه حمایتی، بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای، فاجعه بزرگ بشری که رخ داده، اصلا واقعا آدم نمیدونه، در حیرته. و من واقعا فکر میکنم اینها با همین شرایط، همین کرونایی که الان همه جهان رو گرفته، از جمله ایران رو، توی این وضعیت مردم به سر برن، قطعا یقه خودشون رو خواهد گرفت و به زبان دان تاریخ سپرده خواهند شد. واقعا اون چیزی که من امروز از این دوستمون شنیدم، فکر میکنم فقط یک از میلیونیومی که در ایمان داره اتفاق میفته، از فقر، از جنایت، از بیمارستان ها، از نبودن امکانات و و همه اون چیزهایی که وجود داره. میگفت مریضایی که میان دیالیزی هن اغلب و ما بخش دیالیز نداریم، اصلا همه رحم میشن و همه از فضل بیماری که گرفتن همونجا دم در، ما فقط میتونیم بهشون بگیم که کاری نمیتونیم بکنیم. این بالاترین حرفه. و این کسایی هستن که تازه به بیمارستان مراجعه کردن، کسایی که توی خونه هستن که دیگه فاجعهش بالاتر از این هست. من بیش از این مزاحمتون نمیشم، چون که گفتن که وقت نداریم و من فقط آرزو میکنم که به زودی زود با همراهی و همیاری خود همین مردم و کانونهای شورشی این رژیم به زودی سرنگون بشه. اون چیزی که الان امیدوار کننده است همین همبستگی خود مردمه که همین الان فیلمشو شما نشون دادین، و همبستگی و همراهی و همیاری خود شوراهای مردمی در ایرانه. با آرزوی موفقیت برای شما و همه عزیزانمون در ایران و جهان. درود بر شما. بسیار متشکرم. بله، اینها تنها نمونه هایی از وضعیتی هست که مردممون در این روزهای سخت با اون سردرگریبانند. بسیار ممنونم از هموطنمون از فرانسه و تشکر میکنم از همه همراهان برنامه ارتباط مستقیم ویژه بحران کرونا و راه حل ها. همینطور تشکر میکنم از دوستانی که برامون گزارش میفرستند. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد، و تشکر میکنیم از ارتباطتون با شبکه های اجتماعی برنامه و فرستادن گزارش ها و خبرها در این رابطه. شب همگی شما بخیر.